الرحیم. دوستان عزیز تا بال دوستا میاین انوز پوره نشده نصاب. اگر پنج دقیقه دیگه وقت بتین اگر آمدن شمار میکنیم چند نفر است مجلس آغاز میکنیم. فقط اگر پنج دقیقه دیگه ما را وقت بتین. در زمین پیش ازی که پنج دقیقه پوره شوه آغاز مجلس بعد از پنج دقیقه با تلاوت از کلمه های مجید آغاز میکنیم. بعدا راپوردهی رئیس اتحادیه خواهد بود و بعد از او تعیین رئیس نو و اعضای مدیره خواهد بود. یاد داشته که به ریاست اتحادیه از طرف کمیته نظارت بر انتخابات آمده، خدمت شما به خانش بگیرم که نظر به حالت امرجنسی و وضع سیه کرونا، کمیته نظارت بر انتخابات محترم احمد راتب رحیمی رئیس اتحادیه افغان کانادایی بریتیش کلمبیا با پیروی از ماده 29 اساسنامه اتحادیه و هدایت قاضی محکمه عالی بریتیش کلمبیا، انتخابات اتحادیه باید در ماه دسامبر 2021 صورت بگیرد. گزارشی فیصله های جلسه شورای عمومی با اداره انجمن های بی سی در ونکوور و گزارش نام های اعضای هیئت اجرایه و هیئت مدیره اتحادیه با ویکتوریا و اداره تکس در اتاوا ارسال گردد. با اساس دلایل فرق اتحادیه باید مجلس سالانه شورای عمومی را در دسامبر 21 دایر نماید. طوری که میدانید به خاطر شرایط وارث کووید 19 ایالت بریتیش کلمبیا به خاطر امنیت و حفظ آمد در شرایط عاجل به سر میبرد، اتحادیه افغان با دایر کردن مجلس سالانه شورای عمومی در تد شرایط اضطراری مسئولیت دارد تا مسئولیت سی را برای اعضای اتحادیه که در جلسه شرکت میکنند فراهم سازند. قانون انجمن های بی سی سوسایتی یک شیوه های مختلف را جهت برگزاری جلسات را به منظور حفظ مسئولیت سی مردم توصیه کرده است. با نظرداشت حقایق فاق کمیته اساسنامه که به اساس پروگراف دوی ماده 8 اساسنامه اتحادیه صلاحیت مراقبت و تطبیق مواد اساسنامه را در امور اتحادیه را دارا می باشد، برای تنظیم مسئولیت سی اعضا که در جلسه 12 دسامبر 2021 اشتراک خواهیم کرد و مورد نو برگزاری مجلس عمومی و اجرایت انتخابات را چنین مشوره می دهند. چون حالت اضطراری و دوامدار جهت حفظ صحت اعضای اشتراک کننده نصاب باید در نظر گرفته شود. جلسه و حضور اعضایی که حاضر می شوند باید دایر گردد. بی سی سوسایتی یکت انتخابات مسئولیت داده را با بلند کردن دست اجازه می دهد. چون تنها یک نامزد برای مقام ریاست اتحادیه موجود است، انتخابات باید با بالا کردن دست صورت گیرد. این فیصله کمیته نظارت بر انتخابات است. نظر به این ما جلسه را با آیتی از کلمه‌های مجید توسط حاجی صاحب زاره آغاز میکنیم. محترم زاره صاحب تشریف دارن. یک چوکی برشون دارن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأهلكم.
أزواجكم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون صدق الله صدق الله العلي العظيم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع اللهم اغفر لوالدي والأستاذ ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات خداوندا مجلس الوقت خیر و با عافیت همه کمیونیتی افغانا ما شروع میکنیم و خودت توفیق و و مددگاری کارمندایی را بکنی که با یک حالت پاکدلی و پاکی امور مربوط به محله کمیونیتی افغانا را به پیش ببره آمین یا رب العالمین تشکر تشکر جناب زاره صاحب سلام هم مهدی؟ خودم نمی شما تشکر بسم الله الرحمن الرحیم با حمد به پایان بر خدایی که انسان را جام کرامت بخشید و درود فراوان بر سرور کائنات و رهبر مسلمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اعضای محترم اتحادیه اعضای محترم هیئت مدیره سلطان محمد فیضی معاون اتحادیه انجینیر حکیم ناظم علاج عبدالله دجم نجیبه احمدزی استاد مزاری صفا خانم شیما درانی سخی احمدزی فیض محمد حکیمی منوچهر ارزیاب انجینیر اگرم رضازاده رومان صافی مرسل نوروزی نادیه ها والی و والی عادل این اگرپور سالانه ایتالیای افغان کانادایی برش کولومبیا را خدمت شما تقدیم می‌دارم حضار گرامی اوطنان عالی قدر اعضای محترم ایتالیه نخست از همه تشریف آوری شما را در این جلسه راپوردی خیر مقدم میگویم اشتراک شما در این جلسه نشان دهنده علاقمندی و تایید شما از اتحادیه خودتان می باشد اتحادیه خانه مشترک همه هموطنان عزیز ما می باشد و بدون در نظر داشت سهم، قوم، زبان، مذاهب در این خانه مشترک همه حقوق مساوی دارند در صورت قبول نمودن اساسنامه و مقررات فیصله شده اتحادیه می توانید خود را کاندید نمایید، رأی بدهید و خدمات را برای وطنان عرضه بدارید. ناگفته نباید گذاشت که کار اتحادیه یک کار داوطلبانه و بدون مزد است. با کسانی که کوشش دارند در این راه سنگ اندازی کنند و جلو پیشرفت کارهای ما را بگیرند مبارزه نموده و کوشش به عمل می آید تا جلو تخریبات آنها گرفته شده و مانع اعمال نادرست آنها شویم. اهداف اتحادیه خدمتگزاری به وطنان عزیز حفظ و نگهداری فرهنگ و اساسات دین مبین اسلام و عنانات و پاسداری و حراست از یک پارچگی جامعه افغانی است. با توصیه احکام مندرجه اساسنامه اتحادیه افغان کانادایی جلسه را رسما آغاز میکنیم. هرگاه سوالات و پیشنهاداتی داشته باشید در ختم این راپور میتوانید آزادانه مطرح نمایید. خوشحال هستیم که به یاری خداوند متعال دوره 3 سال و اندر از کارهای اتحادیه را به پایان رسانیدیم و موفقیت های زیاد نصیب اتحادیه شما گردیده است. من و همکارانم تا حد توان و قدرت انسانی که داشتیم سعی و تلاش نمودیم تا حق
که تا حق اعتماد شما عزیزان را ادا نموده و امورات معموله را آنچنان که باید با کمال صداقت و ایمانداری انجام بدهیم. در 3 سال اخیر رئیس اداره هیئت مدیره و اجرای اداره شما حداقل در هر ماه یک و یا چند بار نظر به ضرورت جلسه نموده و جلسات 2 الی 3 سال را در بر گرفته است. تصامیم و فیصله های لازم را در موارد مختلف اتخاذ نموده و منوی به آن اجهاد صورت گرفته است. کارهایی که اداره شما انجام داده است به شمار است و لازم می‌دارم که جهت ارضای خاطر شما بخش از آن را در اینجا تذکر بدهم. در طول این زمان با شما از مسئولین دولتی تماس گرفته شده و موضوعات مورد علاقه مطرح گردیده است. در جلسات کوتاه امیگریشن هموطنان که غیر قانونی وارد کانادا شدند برای تثبیت هویت افغانی آنها اشتراک کردیم و کمک‌های لازم دیگری برایشان انجام دادیم، چی از طریق زوم و یا حضوری. همکاری و کمک‌ها با فامیلایی که کار اسپانسرهایشان طولانی شده و با تعویق افتاده بود با گرفتن ارتباط با نمایندگان محلی یا NMP آجریان را تسریع نموده و در کارهایشان سهولت پیش آمد. اخیر نکته از هموطنان، با آمدن طالبان در افغانستان و شرایط ناگوار در کشور و کانادا و مخصوصا در ایالت بریتیش کلمبیا تشریف آوردند. اتحادیه شما تدابیر ممکن را برای تازه واردین در این ایالت تنظیم و ترتیب نموده و امکانات لازم را برای آنها مهیا نموده و راههایی را برای رفع مشکلات آنها هموار نموده است. از جمله یافتن منازل رهایشی و توزیع آنهایی که از طرف مردم از قبیل وسایل خانه و پوشاک و کمک‌های لازم را انجام داده است که در این زمینه از محترم سلطان محمد فیضی اظهار قدردانی و سپاس می‌آوریم، به عمل می‌آوریم. برگزاری نمازهای عیدین، تجلیل از سال نو شمسی، تجلیل و قدردانی از روز مادر، روز پدر، عیدین، روز میلاد نبی، روز عاشورا، ادای نمازهای ترابه رمضان، خدم قرآن کریم در شبهای 21 و 27 ماه رمضان، خدمه های قرآن کریم به خاطر حوادث اصناک کابل، غزنه و شهرهای دیگر افغانستان، جمع‌آوری و فرستادن کمک های به وطنان به افغانستان، ارسال نامه به سرمنشی ملل متحد و تقبیه اعمال وحشیانه دشمنان سوگند خورده وطن. هموطنان گرامی، پولایی که در سالهای قبل از ابتکار اتحادیه برای کمک برای مردمان بی‌بضاعت در افغانستان به وسیله محترم عبدالرب غیاس، محترم استاد عیسی حسین‌خیل، حاجی صاحب عبدالرحمن خان رحمانی و انجینیر جمیل زاره فرستاده شده، از جمله های کارهای دیگری هست که اتحادیه شما انجام داده است. باید خاطر نشان سازم که من به حیث رئیس اتحادیه و هیچ یکی از اعضای هیئت مدیره هیچ نوع پولی را به افغانستان نفرستاده است. با وجود مشکلات کرونایی، رئیس اتحادیه، معاون اتحادیه و مسئول کمیته امور دینی در خاکسپاری و جنازه های هموطنان عزیز ما در شهر ونکوور اشراق نمودند و ابراز غم شریکی کردند. در اوایل ماه مه به ادای همه شما رسانیدیم که در اثر باران‌های شدید آب روی اولین مصلا جمع شده و سبب لغزش اولی به طرف ساختمانی همسایه شده. در همان موقع با شما وعده سپردیم که موضوع را با شرکت لارکو و گروپ پیگیری می نماییم که بعد از جر و بحث زیاد بالاخره شرکت لارکو را مجبور ساختیم تا اولی را ترمیم نماید. ترمیمات دیگری نیز در مرحله اعطای نماز صورت گرفته، مانند تبدیل و فعال نمودن تانک آب گرم، تبدیل نمودن دروازه دخولی و پاکاری و ضد عفونی نمودن داخل سالون در محل ادای نماز. در نمازهای جمعه که پاکاری در نمازهای جمعه کار بسیار دشوار بود که توسط همکاران عزیز ما انجام یافته است. که از ایرکشان انجینیر حکیم ناظم، سلطان فیضی، انجینیر غنیزاده صاحب، منوچهر ارزیاب، حاجی دستگیر امیری و حاجی صاحب هدایت
بی بی آجی صافی سپاسگزار و مشکوریم و برای هرکیشان اجر و ثواب از بارگاه خداوند متعال آرزو داریم. ابتکار تازه برنامه اولین کنفرانس مشترک با سایر نهادها و شخصیت‌های دینی، فرهنگی و مدنی افغانستان در بریتیش کلمبیا را برانداختیم. هدف ما فرستادن یک پیام واضح و جدی از همه افغانان بی سی برای دولت کانادا، دولت امریکا و سازمان ملل بود تا بدانند که ما اگرچه از وطن زادگاه خیش دور مانده ایم ولی درد و رنج مردم بیگناه خود را امروزه احساس میکنیم و خان یگاتش بس دائمی در کشور عزیز خیش میباشیم. به این منظور قطعنامه بینواری صدراعظم کانادا، وزیر خارجه کانادا، وزیر خارجه امریکا، دفتر ملل متحد و دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان صادر نمودیم که از جانبشان مکاتیب جوابی دریافت کردیم که در تیه و ترتیب آن از انجینیر ناظم سپاسگزاری میکنیم. شب را به شراک دوستان فرنگی در یکی از سالونهای در شهر برنبی به نام شهر شیر ادب برگزار نمودیم که تعداد از هموطنان ما اشتراک نموده بودند. بعد از صحبتها و خوانش اشعار زیبای فارسی و پشتو مجلس بعد از سروده های زیبا با آواز دلنشین هنرمند محبوب ما خالد صمدزاده با پایان یافت که زحمات انجینیر اکرم رضازاده، نجیبا جان احمدزی و خالد جان صمدزاده قابل تقدیر، سپاس و تحسین است. اشتراک رئیس اتحادیه در مجلس کمیته زنان و متقاعدین و حل مشکلات و جواب بر سوالات ایشان، ترتیب و تنظیم ورکشاپ‌های آموزنده توسط نرس‌های رسمی در مورد تشویش‌های روحی و مرض شکر برای سالمندان و ایجاد کمیته‌های حل مشکلات فامیل‌ها و تشکیل کمیته بازدید از مریضان که در آن مورد زحمات بی‌شایبه خانم نجیبه احمدزی که با پشتکار و علاقه‌مندی خاص صورت پذیرفت یادآوری شده و ممنونیم. از اشتراک رئیس اتحادیه و عده از هیئت مدیره در محافل مکتب سید جمهوری افغان و توزیع صرف تکت‌ها برای معلمین و اطفال مکتب باید یادآوری کرد. مکتب سید جمهوری افغان یک کانون کوچک تعلیمی در شهر ونکوور می باشد. از ابتدای تأسیس آن تا کنون همیشه تلاش نمودند تا در تنظیم و ترتیب نونیالان افغان مقیم بی سی وظیفه خیش را به طور حسن انجام دهند. وظیفه مادران و پدران از تا اطفال عزیز خیش را در مکتب بیاورند تا از فرا گرفتن السنه ملی و علوم دینی مستفید شوند. امروز که جبر زمان ما را از دامن وطن دور ساخته و زندگی در دیار دیگر را برای ما تحمیل نموده، نباید گذاشت که اطفال ما با فرنگ و عقیده خیش بیگانه شوند. در این راستا زحمات به پایان کارمندان مکتب، خانمها شیما دورانی، تبسم احمدی، منیره احمدی، فریده کاکر، ملیه نسیمی و از آقایون عبدالرب قیاس، آقای انصاری، ضیا مجددی، قاری شفیق الله پاچا، سلیم جان نوری یادآوری شده. از زحمات به شایبه خانمها و آقایون که لست آنها را برشمردیم نهایت امتناع و سپاس داریم. همچنین از کارهای فرنگی، نشر اخبار و تشکیل مجالس فرنگی باید یادآوری کرد و از مسئولین آن تشکر میکنیم. کارهای جمع‌آوری پول برای ما یک مهران مسجد که ضرورت عمده افغانان مقیم بریتیش کلمبیا میباشند که در رأس امورات اتحادیه قرار دارد، موضوع دیگر است که توجه خاص اتحادیه با آن مبذول است. در اینجا زحمات آقایان انجینیر جمیل زاره، انجینیر نیاز، آصف عزیزی، عبدالله دجم، زبیح الله هدایت، بی بی آجی عزیزه، کاظمی، انجینیر باقی، حسیب الله، نایب خیل و آقای حکیمی اظهار امتنان و قدردانی میکنیم. شما میدانید که داشتن یک مهران مسجد امر مهم است و هویت مسلمانان را در یک جامعه تعیین میکند. امار مسجد و عبادتگاه مسلمین از جمله اساس ترین سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. خواهران و برادران متعین افغان،
مقیم بی سی از سالیان دراز به این سو آرزو ایمار یک میراب مسجد را داشتند که همه در پروسه ایمار مسجد سهیم بودند و از زحمت زیاد را متقبل شدند. در قسمت مسجد باید خاطر نشان سازم که رئیس اتحادیه شما دوش به دوش با کمیته امور ایمار مسجد وقت سعی و تلاش لازم را نموده است. هموطنان عزیز، دخالت یک شخص نابکار باعث شد که نتوانستیم به موقع محل ادای نماز فیلی را به فروش رسانده و خریداری مسجد جدید و به خریداری مسجد جدید اقدام نماییم، در حالی که محل ادای نماز فیلی را می توانستیم به مبلغ 2,159,000 به فروش رسانده و محل دیگر را با ظرفیت و مساحت دو چند با مبلغ 1,350,000 خریداری نماییم که سبب این اعمال زشت با دود دلسوز و وکیل شان بوده که نگذاشتن این خرید و فروش صورت بگیرد و نه امروز مسجد شریف جدید تکمیل می بود. اتحادیه شما همیشه در تلاش اعمار یک مسجد بوده و یکی از وظایف مبرم خود می داند. وضعیت اتحادیه تا کنون حوادث و مشکلات بر اساس پلان قبلی مبنی بر اساسنامه اتحادیه قرار بود که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست و هیئت مدیره تعیین و اعلان شود. چنانچه تاریخ 20 جنوری 2018 از طرف رئیس و هیئت مدیره تعیین و برای کمیته نظار به انتخابات ابلاغ شد تا آمادگی لازم را برای انتخابات بگیرند. کاندیدان ریاست اتحادیه به 2 نفر تقلیل یافت، خانم فاطمه آقا و من احمد راتب رحیمی. مبارزات انتخاباتی پیش از وقت به وسیله خانم آقا آغاز شد و تبلیغات پردامنه ای را برا انداختند. در جریان این مبارزات انتخاباتی باید لیست‌های ترتیب شده از اعضای اتحادیه از هر دو کاندید بعد از امضای کمیته اجرایه مطابق با اساسنامه به ریاست نظارت و انتخابات تسلیم داده می شد. و اما متاسفانه این کار صورت نپذیرفت و انتخابات به مشکلات مواجه شد و به چالش کشانیده شد، زیرا فاطمه آقا بعد از اینکه من و مشتبه عراقی سکرتر اتحادیه لستا را امضا نمودیم از امضای لستا هبا ورزید. از اینجاست که موانع در سر راه انتخابات خلق می شود. این یک بخشی از این مشکلات را که مانع انتخابات بوده است جهت روشن شدن اعضان شما دیزان و تحلیل می گیرم. آخرین زمان برای تسلیمی اسامی اعضای اتحادیه و کمیته نظارت بر انتخابات 15 دسامبر سال 2018 تا ساعت 12 شب تعیین شده بود. من احمد راتب رحیمی در حضور ایده ای از اعضای هیئت مدیره در حدود ساعت 6 بجه شام پولهای اعضای 196 نفر را که مبلغ 11,760 دلار کانادایی و 120 دلار چک داده شده بود با آقای مشتبه عراقی که سکرتر اتحادیه است با لیست‌های اسام اعضای اعضا در بین پاکت گذاشته و به ایشان تحویل دادم و جالتاً دفتر اتحادیه را ترک گفتم. قرار بود تا فردای آن شب پولا به بانک تحویل شده و لیست ها به کمیته نظارت بر انتخابات تسلیم داده شود. فردا آن روز آقای عراقی پولای اعضای اتحادیه را به فاطمه آقا که مسئول مالی اتحادیه بودند تسلیم کردند تا تحویل حساب بانکی اتحادیه نمایند. چون ایشان کاندید ریاست اتحادیه بودند و فهمیدند که امکانات برد ایشان در انتخابات نیست، تحویل پولا را به بانک هبا ورزیدند. به بانه این که گویا در این کار غلطی، تخلف و تقلب صورت گرفته است، بدون این که درک کند که اگر ادعای ایشان درست هم باشد این وظیفه خانم آقا نبود تا پولا و لس را نزد خود نگه دارد. این کار بدون تردید مداخله سری در
امور کارهای کمیته نظارت بر انتخابات بود. جنجال ها از اینجا آغاز می شود. مجلس هیئت مدیره مبنی بر این که خانم فاطمه باید پولهای اتحادیه را به زودترین فرصت ممکن به حساب بانکی اتحادیه تحویل کند صورت گرفت. ولی متاسفانه به این فیصله هایی که خودشان هم در آن اشراک داشتند ارزش و واقع قائل نشدند. پس از آن برای رفع این مشکل از بزرگان ولی خبرات تقاضا شد تا در حل این معضله اتحادیه را کمک کنند. تا جایی که همه خبر دارید چندین بار محافل به این مناسبت تشکیل و پیشنهادات طرح شد. ولی متاسفانه به این بغرنجی اول خود باقی ماند و کوچکترین اعتنایی به آن درخواستها نشد. داستان را مختصرا بیان کردم تا با یک ذهن روش با آن توجه شود و برخورد صورت بپذیرد. باید متذکر شوم که به تاریخ 9 فوریه 2019 پس از این که مذاکرات و مفاهمات به نتیجه منتهی نشد و زمان انتخابات سپری شد، بر اساس پیشنهاد کمیته نظارت بر انتخابات مجلس مشترک با هیئت مدیره اتحادیه در دفتر اتحادیه صورت گرفت و بر اساس فیصله و مکتوب تاریخی 9 فوریه کمیته نظارت بر انتخابات چنین تصمیم اعلان شد. رئیس اتحادیه احمد راتب رحیمی و هیئت مدیره اتحادیه تا تدویر یک جلسه عمومی به کار خویش ادامه بدهند. بنابر اثر هدایت اساسنامه ما به کار خود ادامه دادیم. ولی به اثر اختار ودود دلسوز و فاطمه آقا که گفته بودند ما مجلس را اخلال می نماییم، به خاطر جلوگیری از تشنج و امکانات و شرایط مناسب نتوانستیم مجلس عمومی را دایر نماییم. بعد از سپری شدن مدتی مجلس عمومی را اعلان نمودیم. توسط اعلانات مکرر و نشر ویدیوی از اعضای محترم اتحادیه تقاضا کردیم تا قلوزویت های سال 2019 را تحویل نموده تا در جلسه اشتراک نموده بتوانند. اما با کمال تأسف که ودود دلسوز با استفاده از تلفن خبری اتحادیه و مداخله غیر مسئولانه یکی در را که قلوزویت های خود را نفراخته بودند تحریک نموده تا با استفاده از زور و بدون پرداخت قلوزویت با مجلس اتحادیه داخل شوند و جریان مجلس را مختل نمایند که خوشبختانه و با داخله سکیوریتی مانع دخول این ایده در جریان مجلس اتحادیه شدیم که با این غلط فهمی ما از کسانی که نگذاشتیم داخل جلسه شوند معذرت میخواهیم، چون اونا خالی ذهن بودند و نقشه ودود نمیدانستند. تا جایی که ما وظیفه خویش را درک کرده بودیم هیچگاه از فعالیت باز نایستادیم و با انرژی، احساس و صداقت کامل برای حفظ حیثیت امین اتحادیه تلاش نمودیم. به خاطر حفظ ارزش‌های اساسنامه تعدیل شده و تطبیق آن سعی تمام و کمال به خرج رسانیدیم تا زحمات ایده‌ای را که شبانه روز با گفته منشی تعدیل و تغییر اساسنامه آقای دکتر احمدیار اقلا مدت 6 ماه و در حدود بیش از 100 سال وقت گذاشته بودند که زحمات زیاد را متقبل شده بودند تا این اساسنامه را درست ساختند. جا دارد که از تک تک اعضای تعدیل و تغییر اساسنامه هر یک دکتر نبی احمدیار، دکتر شیر عجیر، انجینیر اکرم رضازاده، انجینیر نظر محمد نیاز، آقای سمیم، آقای سیفی، خانم مزاری صفا، آقای مجتبی عراقی اظهار سپاس، امتنان و تشکر داشته باشیم. والا به چند نمونه ساده روشن می سازم که کی واقعا مرتکب تخلف و سرپیچی از اسنامه و تصامیم عمومی شده است و قضاوت را به شمالیزان معول می کنند. برجسته‌ترین مسئله برای من در مجموعه عدم پیروی از اسنامه، عدم اطاعت از تصامیم هیئت مدیره و کمیته نظارت بر انتخابات و بالاتر از همه بی‌اعتنایی به تصامیم جامعه افغانی مقیم بریتیش کلمبیا است که صورت گرفته است. در طول این زمان چی در فیسبوک ها، ایمیل ها، اعلانات خبری تلفنی ایتالیا و واتساپ ها همیشه با الفاظ رکیک
انعطامیش به رئیس و هیئت مدیره در طول دو سال و اندر وقت گرانبای خود را وقت و الفاظای رکیق انعطامیز به رئیس و هیئت مدیره که در طول دو سال و اندر وقت گرانبای خود را وقت خدمات رایگان اجتماعی نمودند انجام یافته است. یک تعداد اشخاص غیر مسئولانه و بدون درک امنیت این تغییرات در اساسنامه، بدون اینکه کوچکترین صلاحیتی داشته باشند، از کمبودها و اشتباهات اساسنامه صحبت میکنند و با آن گویا ما را محکوم میکنند. در جواب باید گفت که هیچ لایه اساسنامه و قانون نمیتواند همیشه جوابگوی خواسته های یک گروه، یک سازمان و یا یک کشور باشد، مگر این که همیشه نظر به زمان و ضرورات تغییر داده شود. فکر میکنم عدم اطاعت و عدم اطلاع از اساسنامه تخلف بزرگ است که این گروه مرتکب شدند. در اساسنامه آمده است کسانی که میتوانند عضو اتحادیه باشند که دارای موقف خوب بوده و از اساسنامه پیروی کرده و بر ضد آن عمل نکنند، در حالی که ما شاید آن هستیم که آنها با نه تنها خلاف اساسنامه و تا در بسیاری از موارد ضد منافع اتحادیه کارهای نادرستی انجام دادند. اعضای کمیته اجرایی حق دارند پولای اتحادیه را بدون اجازه رئیس به کسی بدهند و یا مصرف کنند. شواهد وجود دارد که عده مدعی در این موردها تخلفات را مرتکب شدند که اسناد آن در اتحادیه موجود است. به طور مثال اسناد 18 قبر در چلواک نزد ودود و یا فاطمه آقا باقی مانده است که تا کنون تسلیم اتحادیه نگردیده است. یک قبر فرسلان بدون امضای رئیس اتحادیه از طرف ودود استفاده شده و اسناد آن بر دست ما نیست. در آرتیکل 15 ماده 3 اساسنامه میگه بورد دایرکتر و رئیس می تواند وظیفه و یا کار یک یا چند عضو دایرکتر را در صورت تخلف در تشکیلات مجلس عمومی به تعلیق بیندازند و مطابق همین ماده اساسنامه و فیصله اکثریت بورد دایرکتر وظیفه فاطمه‌آقا به خاطر عدم اطاعت از فیصله هیئت مدیره که تحویل پول عضویت‌ها بود به تعلیق افتاد. در آرتیکل 18 در قسمت وظیفه مسئول مالی میگوید پول حق الوجهتها اعضای اتحادیه باید به وسیله مسئول امور مالی به حساب بانک اتحادیه تحویل شود. علاوه بر این که این پول تحویل بانک نگردیده بلکه طور شخصی نزد فاطمه‌آقا نگاهداری شد. چنانچه در بالا اشاره شد یکی از دلایل به تعلیق افتادن وظیفه ایشان در اتحادیه به حساب امور مالی همین بوده است که بعد از فیصله عالی‌ترین مقام کرد برادش کولومبیا $11,760 پول حق الوجهت شما اعضای اتحادیه از نزدشان وصول شد. لیست اعضا اگر غلط یا درست بود باید به کمیته نظارت بر انتخابات تسلیم داده میشد که از تحویل آن نیز ابا ورزیدند که این هم از نظر قانونی تخلف دیگر به شمار می رود. شمار این تخلفات خیلی زیاد است. فقط به تذکر چند مورد دیگر اکتفا میکنم و قضاوت را به شما میگذارم. استفاده شخصی و بیهوده از فیسبوک اتحادیه، تلفن خبری اتحادیه، اعلانهای محفل جداگانه علیه اتحادیه و استفاده خودسرانه و غیر مجاز از پولهای اتحادیه از جمله تخلفات دیگر است که این گروه مرتکب شدند و همین الان از فیسبوک و تلفن خبری اتحادیه استفاده غیر قانونی از طرف حدود صورت میگیرد. باید تذکر بدم پوست باکس اتحادیه، چک بوک اتحادیه و اسناد قبرستان به عنوان مدارک شخصی در منزلشان تا کنون باقی است، در حالی که این اسناد و مدارک باید در دفتر اتحادیه محفوظ نگاه داشته شود. قرار بود که از طرف منابع مربوط تلفن اتحادیه، برق اتحادیه و گاز مسجد قطع گردد. بلد این که اسناد آن به دسترس ما نبود، همچنان کرایه دفتر اتحادیه پرداخته نشده بود که با مشکلات روی شدیم و خوشبختانه به یاری و همکاری انجینیر حکیم ناظم و دیگر همکاران این مشکلات را حل نمودیم که جا دارد از انجینیر ناظم و همکاران عزیز ما ابراز
امتنان و قدردانی نماییم. هموطنان عزیز و گرامی، راپور مختصر ارتباط فیصله محکمه عالی بریتیش کلمبیا خدمت شما تقدیم کردیم که البته 149 صفحه 149 در حدود 149 ماده و 38 صفحه است که من نتوانستم هم از روی خدمت شما بیارم، ولی خلاصه فیصله کرد خدمت شما به خانش بگیرم که بسیار کوتاه است. طبق عریضه درخواست و حدود دلسوز معاون پیشین اتحادیه و خانم فاطمه آقای صاحبدار اسبق به اتهام غیر واقعی اتحادیه شما را به محکمه کشانیدن و انتخابات تاریخ 20 جنوری اجرا را که قبلا برنامه‌ریزی شده بود به چالش گرفته شد و لغو گردید. باید یادآور شوم قبل از اینکه اتحادیه به محکمه کشانیده شود ما تلاش های لازم را کردیم تا قناعت این دو شخص را حاصل نماییم. محافل و مجالس زیادی باشی را که خبرگان و مسئولین پیشین اتحادیه ترتیب شد تا این مشکل رفع شود. متاسفانه موفق به حل این معضله نشدیم. بالاخره به محکمه کشانیده شدیم که در پایین امر بعد از دو سال و اندر زیای وقت و مصارف قابل ملاحظه ای از دو طرف تمام ادعای آنها از طرف محکمه در همه زمین ها رد و باطن حساب شد. این یک امر نیک و خوبی برای اتحادیه و شما عزیزان بود. ما اسناد به دست آوردیم که در آن حکم قطعی محکمه به طور خلاصه چنین ذکر شده است: به دلایل زیر درخواست منقصد و دعوا باطل است. عرایض دادخواهی ناکافی و ناقص است. بسیاری از مدارک ادعا شده اصلا حقایق نیست و برای محکمه غیر قابل قبولند. اثر مطالب افواد نادرست و گمراه کننده هستند و بسیاری از ادعاها با هم ارتباط ندارند. مدارکی که به زمینه سازی این درخواست می تواند کار را انجام بده همش آشفته، مغشوش کننده و سین غلط و نادرست است. قاضی در ماده 141 پارت 28 میگه و دو دلسوز دروغگو است. هر کس میخواهد مطالعه کنه در سایت کورد بریتیش کلمبیا نوشته است، شما میتونید در اونجا تشریف ببرین و تمام این مسائل که ما براتون گفتیم به خانش بگیرین. تمام نظریات در درخواست کننده ذهنی و گمانهای غلطی است که برای محکمه قابل شنیدن نیست. این یک مرور بسیار اجمالی بود که به سمع شما عزیزان رسانیدم. فکر میکنم به این دلیل به این دلایل قناعت میکنم و نمیگذارم که وقت بیشتر شما را ضایع سازم که در این محفل گنجایش زیادتر صحبت از این نیست. در اخیر از همکاری و فعالیت‌های تمام اعضای هیئت اجرایه، هیئت مدیره، اشخاص و افرادی که ما را در تمام وظایف شرافتمندانه کمک نمودند و وقت گرانبای خیش را صرف خدمتگزاری برای کمیونیتی افغانان نمودند و با صورت خستگی ناپذیر صادقانه در پلوی ما قرار داشتند، اظهار امتنان و سپاس کرده و آرزوی موفقیت و سرپرندیشان را داریم. همچنان از کمیته نظارت بر انتخابات و تمام اعضای محترم که اقلوزوتای خیش را به وقت پرداختند مشکوریم. از کسانی که تا کنون اقلوزوتای خیش را نپرداختند لطفاً اقلوزوتای خیش را به خاطر تقویه بنیه اقتصادی ایتالیا تان بپردازید و از کسانی که جدیدن به ایتالیا پیوستند خوش آمدید میگوییم. من صادقانه باید اعتراف کنم که تنها کوششم در آن بوده تا مسائل ایتالیا را بدون بغض و غرض شخصی و فراتر از روابط و لایق خصوصی به پیش برم و نخواستم موقف اجتماعی خیش و ایتالیا را با جانبداری های سیاسی، گروپی
قومی، مذهبی، زبانی و تنظیمی و غیره خشدار سازم. و به نظر من اتحادیه توانسته این موقف خوب خیش را حفظ کنند. و ما کوشیدیم اتحادیه را یک بار دیگر از فروپاشی نجات بدهیم. در طول مدت که من مسئولیت اتحادیه را به دوش داشتم، هیچ نوه اسپانسر از طریق اتحادیه صورت نگرفته، هیچ نوه پول از اتحادیه با جز مصارف اتحادیه صورت نگرفته و من در تمام مسائل مالی اتحادیه که مربوط کمیته مالی است و غیر از کمیته مالی مسئول هستم و هر سوالی که راجع به مسائل مالی اتحادیه باشه در خدمت شما قرار دارم. هموطنان نهاد گرامی و ارجمن، خواهران و برادران عزیز، در سال 2016 اتحادیه با تعداد 38 وز و نداشتن کرای دفتر اتحادیه و محل ادای نماز با داشتن با ارزش 400,000 دلار قیمت و گنجایش 40 نمازگزار بر ما سپرده شد. امروز ارزش اتحادیه، ارزش محل ادای نماز بالاتر از 2 میلیون دلار است. با مبلغ 600,000 دلار، تقریبا 600,000 دلار پول نقد در اکانت امار مسجد و با گنجایش بیش از 300 نفر نمازگزار و تقریبا مبلغ 40,000 دلار در اکانت های اتحادیه با ارزش 28,000 دلار قیمت قبرها و 38,000 دلار برای پرداخت، با وجود پرداخت 38,000 دلار به خاطر فی وکیل اتحادیه، با پرداخت 3,000 دلار برای اکانت اتحادیه به خاطر راپور ایدت اکانت اتحادیه که توسط حدود راپور داده شده پرداختیم و مبلغ انداختیم که بعد از فیصله کورت فعلا حدود 11,000 را باید به خاطر تاوان باخت کورت بپردازد و مبلغ 38,000 دلار که قیمت قبرهای که نزد فاطمه خانم و یا حدود است باید خاطر نشان دادم که پولی از اکانت امار مسجد و یا امور مالی یا محل ادای نماز برای مصارف اتحادیه استفاده نگردیده است. این بود راپور کوتاهی از و کمیته امور دینی. یک معلومات بسیار کوتاه و فشرده راجع به مصارف و اتحادیه نیست خدمت شما به عرض می رسانم که بسیار کوتاه است. پول برق و گاز دفتر برنبی 929 دلار، گاز و برق مسجد 646 دلار، کرایه دفتر اتحادیه 10,710 دلار، انشورنس محل ادای نماز 2627 دلار، خریداری و نصب سکیوریتی کمره در محل ادای نماز که اینجا که شما شتین کلش سکیور است و کلش کت دفتر پلیس ارتباط داره به خاطر که بسیار شکست اینجا می آمدن داخل می شدن و مسجد مشکست دادن ما سکیوریتی کمره انداختیم که با دفتر پلیس ارتباط داره. فعلا در اکانت قبرستان 35,000 دلار داریم، در اکانت اقلوزویتی ها 3,167 دلار داریم، در اکانت محل ادای نماز 1955 دلار داریم، در اکانت مکتب سید جمال الدین افغان 4,802 دلار داریم، برای پرداخت وکیل 3,799 دلار 37,997 دلار پرداختیم، در اکانت امار مسجد 5,96,977 دلار است. بخیالم که یک مقدار پول دیگه هم مکتب جمع کرده که فعلا دارن 6,765 دلار. با تأسف، با تأثیر عمیق باید گفت ای کاش مبلغ 38,000 دلاری که
اتحادیه به فیس لایر پرداخت و مبلغ گستاف دیگری که از طرف هموطنان عزیز ما با زدیت با اتحادیه و کشاندن اتحادیه به کورد شد ای کار شیپول در اکاونت اتحادیه دپازیت می شد در اکاونت معمار مسجد دپازیت می شد و امی درنگی و دوتایی در اتحادیه ایجاد نمی شد همینطور که گفتم اتحادیه خانه مشترک همگی است هر کسی که اساسنامه را تطبیق می کنه می تواند او تمام امتیازات را داشته باشد ما در یک جامعه دور از وطن قرار داریم همه با هم خواهر و برادر هستیم هیچ نوع مشکلات بین ما نیست از هیچ نگاه با هیچ کسی اتحادیه دشمنی نداره و در این طوری که ما در محکمه کشانیده شدیم یک حالت دفاعی از خود داشتیم ما مرتکب هیچ خیانت هیچ جنایت هیچ دزدی هیچ سرقت هیچ دستبرد نبودیم که به محکمه کشانیده می شدیم و محل ادای نماز مسجد اتحادیه مسجد مردم مسجد همه افغان هاست این متعلق تنها به اتحادیه متعلق به شخص متعلق به من متعلق به گروه متعلق به قوم نیست این خانه مشترک همگیسی خانه خداست به خاطر ساختمان ازی از همه کرده اتحادیه زیادتر پیش قدم بوده زحمت کشیده و کار کرده و اگر همین محل ادای نماز با وقت به فروش می رسید به مبلغی که ما آفر داشتیم جای دیگه که فرورا جان پیدا کرده بود با 13,001,350,000 می خریدیم شما به خدا باور کنیم که ما امروز در منزل دوم یک میرام مسجد می بودیم و فرورا جان امروز شاهد است که مشکلی که ما و آقای انجینیر باقی داشتیم در جایی که می رفتیم جای پیدا می کردیم او جا یا شاروالی اجازه نمی داد یا پارکینگ نمی داشت یا خرد می بود یگانه جایی که ما پیدا کردیم کمی مشکلات نداشت این جایی بود که با 13,001,300,000 میداد و خدا شاهد است که امروز ما میتونستیم که او را به سر برسانیم و برای نسل آینده خود یک مسئولیت وجدانی و اسلامی خود را انجام میدادیم ما گفتار ما مقدر بود و اگر چیز از پیش ما مانده نمیفهمم ولی اگر سوالاتی داشته باشین یا بعد از نماز سوالات میکرین و در خدمت صافی صاحب بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شما گفتین که اسناد اتحادیه به خصوص 18 قبر سرتیفیکیتش معقول است بله 18 قبر به قیمت امروز اگر حساب کنیم در حدود 40,000-45,000 دلار میشه بله در حالی که اتحادیه دفتر داشت و اسناد باید در دفتر می بود و همچنان شما هم به صفت رئیس اتحادیه در اسناد مسئولیت داشته اما به هر حال اسناد سرقت شد یا هر شکلی که شد به خاطر به دست آوردن از این اسناد شما چی اقدام کردید به خاطر که من عرض کردم این تقریبا موضوع 45,000 دلار پول از نمی قوارا و برادرای ما است چی اقدام کردین و نتیجه چی شد بالاخره حالا شد اونا بردن رفت یا امیدی است که پس بدست بیاد جناب انجینیر صاحب صافی جواب شما باید بگویم که آقای دکتر احمدیار منشی کمیته اساسنامه یک ایمیل به فاطمه خانم روان کرد و این مسئله را برشان یادآوری کردن که شما این مدارک که به دست رستان از توره هرچی زودتر و اتحادیه تحویل کنین ولی خانم فاطمه حتی جواب امو جواب امو مکتوبه برای امو ایمیل برای آقای احمدیار ندادن اگر آقای دکتر سیب احمدیار امروی تشریف داشته باشن نمیبینمشان کجا هستن اونا میتونن که ایره شاید باشن به ایگه بخواد و بله ایمیل روان کردیم به خاطر مجوریت داشتیم که تدبیق اما قانون مقررات اتحادیه باشه از خاطر ما قبلا برای خاطر آقا ایمیل روان کردیم که مثلا این مسئله قبرها و یارن و ضمناً درباره قبرا یک مکتوب به عنوانی بی سی مسلم اسوسیشن روان کردیم و گفتیم هر کسی که این قبرا را استفاده میکنه بدون از اینکه رئیس اتحادیه
که شما به تماس شوه شما نمیتونید قبر را استفاده کنید. ولی مشکل در اینجا است، اگر کسی فوت میکنه و او را رئیس اتحادیه نمیره امضا نمیکنه، این صرف تکت به دستش میباشه و یک مشکل بسیار کلان را در کمیتی ایجاد میکنه. زمانی که فاطمه آقا و ودود دلسوز با سر فیصله کمیته فیصله جلسه عمومی که در 27 جولای ما شما در بانزر داشتیم، اینا از اتحادیه اخراج و سبکدوش گشتن. بعد از امو ایچ اسناد ای سند رو به دست ما نداده به خاطر مسئله نگهداری اسناد که شما فرمودین. بله، آمر مالی یک بخش مستقل از اتحادیه است که مسئولیت های مالی رو به دوش می داشته باشه و همی اسناد و امینا به پیش فاطمه خانم بود و فاطمه خانم بعد از این که از وظیفهشان سبک دوش شدن، نظر به موادی که ما در اساسنامه براتان گفتم و ما یک گام یک قدم یک وجب بدون در نظر داشت سوسایتی یک و اساسنامه اتحادیه عمل نکردیم و کارهای را طبق قانون بی سی سوسایتی یک و اساسنامه انجام دادیم. ولی حال وقتی دوره کار ما خلاص میشه، ما حاضر هستم که اگر همکاری بخوای رئیس جدید در کس که باشه بکنه، ما حاضر هستم که این را پیگیری بکنم و اگر میرن شما امروز اجازه میتین که یک 40,000 دیگر مصرف کنیم در کورت بریم و بتانیم که این پول از پیش از اینا اصول کنیم، ما حاضر هستم که کار بکنم. در غیر از او انسانهای واقعی، کسانی که انسانهای با وجدان هستند و در خدمات اجتماعی قدم میگذارن، باید خدای خدا و وجدان خدا حاضر بدانن و کارهای را انجام بدن که به خیانت دست نزنن و حقوق مردم را احترام کنن، حقوق اتحادیه را احترام کنن و کار نکنن که سبب خیانت شوه. که امروز ما میبینیم که ناسپاس بودن همی اسناد خودش نمیفهم گواهی چی را میده، شما قضاوت کنید. آقای زاره بفرمایید. سلام حضور همشیرهای گرامی برادرهای محترم، شما توضیح دادین که نظر به مکتوب لایر آقای ودود دلسوز و مداخله ودود دلسوز نتونستیم مسئله را به سال 2019 با مبلغ 2,159,000 بفروشیم و بعدا به تعقیبش اظهار داشتیم که کورت بریتیش کلمبیا فیصله کرده که تمام ادعای حدود دلسوز و عریضه که داشتن باطل است. بعد از او آیا تا حال در اورد است همین پول مسجد و فروش مصلی یا اتحادیه میتونه که در این مسئله اقدام بتونه؟ اتحادیه میتونه هر زمانه که بخواه این محل بفروشه، ولی توصیه ما برای رئیس به نوار کس که باشه ای است که اگر شما به خاطر داشته باشین ما شما یک جلسه نمودیم و تمام اگر شما به خاطر داشته باشین در جلسات مکرر عمومی بر ما صلاحیت عام و تام دادن کمی محل ادای نماز به فروش برسان، صلاحیت همه جانبه خود شما در مجلس بودین. ولی ما به احترامی که با تمام اعضای کمیونیتی دارم خواستم مجلس را برابرتم مجلس را دایر بسازم که 4,500 دلار مصرف نان چاشت را در اونجا دادیم که بتانم امیر افغانی بسازم و کلگی را در اونجا دعوت کردم و کلگی اجازه دادم که فروش شوم. با تاریخ 8 ماه جنوری باید من میرفتم با اینا میشیشتم و پول فروش مصلا را ازشان توسط وکیلشان ازشان تسلیم میکردم و با یکی از اکانت های اتحادیه که ما امروز ما شما کشیشتیم فیصله ما بایی شد که آقای غیاس پیشنهاد کردن که یک اکانت ساخته شوه که 3 نفر از اتحادیه و 4 نفر هم از مردم یک جا یک اکانت درست کنیم که به من موافق بودم و میخواستیم که این کار بکنیم. وقتی که اونجا ما کازینا تماس گرفتم گفتن ما معذرت میخواییم، اینا وقتی که شما یک محل میخرین اونا چک میکنن که سرش اولد نباشه و یا کدام مشکل رسمی قانونی داشت نباشه. وقتی که اینا دیدن که در دعواست در مبین کورت و یکی از خواسته های ودود دلسوز و گروپ شانی بودک که محل ادای نماز بر راتب رحیمی
اجازه داده نشه که فروخته شوه، راتب رئیمی از کارش سبکدوش شوه و وجود دلسوز باید رئیس اتحادیه بیه و تمام اسناد برای وجود دلسوز سپرده شوه که تمامی ایده ها از طرف کورت رد شد و بعد از اینکه کورت فیصله کرد فعلا رئیس نه و هر کسی که میایه با اعضایت مدیرش میتونه که این تصمیم بگیرن و میتونن که ایده با فروش برسانه کدام ممانعت قانونی داشت نیست. آقای غیاث این مبلغ از اکانت اتحادیه پرداخته شده. ما زمانی که از بی سی مسلم اسوسییشن قبر خریداری میکردیم با نظر به زمان قیمتهای قبرها تغییر میکنند. شما باید داشته باشین یک لایه داریم به نام لایه کمیته قبرستان که در اونجا گفته شده که قبرهایی که برای اعضای اتحادیه خریداری میشوه مربوط خود از اون اعضا میباشه و کسی که عضو اتحادیه است و قبر داره در قبرستان میتونه از اون قبرها استفاده بکنه. اما اگر یکی از افغانای ما حتی یکی از مسلمانای دیگه در این کمیونیتی وفات میکنه ما کمک‌های لازمه را برشان میکنیم ولی قبرهای خود با قیمت روز برشان به فروش میرسانیم. یعنی ما ایتو نمیکنیم که قبر را که شما $600 خریدین و امروز قیمت قبر $2,000 شده ما نمیتونیم که اون $600 که برای شما در روز اول دادیم یا شما قبرهای را خریدین که $200 برای دان پیمنتش پرداختین و ما $5 که ما یک پلان ساخته بودم که از مردم به مردم حضور میکردم که بیاین $200 قبر دان پیمنت بکنیم و بعد از او $5 بتین که قیمت قبر که امروز $2,000 شده یک وقت $600 بود و واید راک ده $20,000 شده و یک وقت $600 بود و برنبی $600 بود دلستی حدود $20,000 شده غال مغال عذر و زاری همی بود که بیایم قبر بخریم که یک وقت یافت نمیشه به می خاطر قیمت قبرها بالا رفته و کسان نوی که آمدن که او قبرها را خریداری بکنن ما به قیمت روز چارجشان کردیم و یک مقدار پول نصیب اتحادیه شد. یعنی یک مفاد بسیار زیاد برای اتحادیه باقی مانده از او فروش خیلی قبرها. بفرمایید. خواهش میکنم. جایی که به محلی که من معلومات دارم ما سازمانی که خود به وجود سی با قبر در بایدراک و بوت اتحادیه بود و ای که چند با قبر زو استفاده شد البته همین هم فیصله شده بود که هر برادری که خداوند دور داشته باشه، هر فامیلی که ضرورت پیدا میکنن قبر به اختیارش گذاشته میشه ولی به قیمت روز پول از پیش پس وصول میشه. بله که این من سوال هم دارم که ما خودم او را انجام داریم بار زو باشه که من خبر دارم از دو برادر پول گرفته نشده متواقعی شاید در اونجا 28 قبل بوده که مسئلهشان هست در نام اتحادیه آیا اون قبلها در اونجا هنوز هم هست و یا ای که سمش در اونجا شد؟ فکر کنم این 10 سال یا 15 سال پیش هست قصه تان رئیس هم یک نقه برای جزه بود یعنی 28 قبل کدام سال از استاد؟ سال 2010؟ 2011؟ یعنی شروعی که شما چیز داشتید باد سهیلا جان رئیس رئیس باد از کی؟ باد سهیلا جان صدیقی رئیس رئیس 2006 فرمودین دامو واش مادر دو 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 نو
به هر صورت یعنی در 2009 وقتی که امی فرمودی خودتان مخیل میکنم که از برادرها خواهش کردی که ما 5 دلار بکنیم 60 دلار من به شما در رابطه با مکتب صحبت کردیم در رابطه با قبرستان صحبت کردیم و من خیستم و دلیلم گفتم که باید ما یک وجه داشته باشیم البته همون لایحه قبرستان رو ما درست کردیم که 200 دلار داون پیمنت او گفار میداریم کلش شما درست فرمودیم یعنی تا امو زمان موجود بود بلدی که تفاوت قرض به قیمت در وایت را تا 40 وقت تفاوت داشت از امو سبب یعنی امو پس از داون پیمنت خروجیت را که می پرداختن متفاوت بود و می تونستن که بعد از دو سال نصیب یک قرض یعنی یک قرض اون که از خود داشته باشه یک تعداد او قبرها با فروش رسانده شده بود به خاطرم دقیق نیست شاید 10 یا بیشتر قبر که مانده بود به قیمت 1800 دلار قیمت قبر بود وقت ما یک مقدار قبرها را در اونجا به قیمت 1800 دلار با فروش رساندیم اما در که شما یک تعداد قبرها را در برنبی برای فامیل عینی به فروش رساندین اگه یادتان باشه رئیس اتحادیه بوده نه ما هم به مون منوال اوجایه را به 1800 دلار فروختیم و به عوض هر یک قبر 3 قبر به چلواک خریدیم و می خاطر ما به حدود زیادتر از 100 قبر در چلواک داشتیم که امون پولا را و همچنان از پولای زو هر قدر قبر را که ما در وایدراک به فروش رساندیم به عوضش به چلواک قبر خریدیم که این مفاد که هم شده عدمی است فقط به خاطر اطلاع شما برای ستاریه نبود من عضو کمیته قبرستان بودم من پیشنهاد کردم بعد رئیس ریاست اتحادیه که من تمام اسنادش قانون پیشنهاد خبری که در پرولوگ بود عکس دارد و من از فامیل عینی که آرزو داشتم که باید همینجا اش قبر داشته باشن من اون دو چند این کار کردیم ما درست؟ 16 در مقابل شما قبر در بایدراخ 8 شد ما دانستیم یه وقت 8 این کار ما کردیم استاد همچنان بایدان اندری یک قبر دیگر در مورد بکتر قبر در اما اینا بله با متواقی از خود ایتالیه بود بله خدا کنه که این موضوع حل شده باشه که یعنی مفاد همه بود کسی دیگه کدام سوال نداره به نماز میریم بعد از نماز دوباره میاییم و ما به چه خود به اینکه بریم برای نماز اگه کسی آزان میتر سوال همه جدا شده که وضاحت نکنیم بله شما بله ببخشین آیو سه به کمک بلند اگر لطف کنین چی تانه بکشین بسیار ببخشین آیو سه بفرمایین شما فهمیدیم که در دوره سه ساله کنید خواهش میکنم بگذارین ما بشنم که آیو سه چی میگن بفرمایین آیو سه در طور گوتون در افغانستان دواز شده بله بله خیرات بله ما مال یک برادرهای دیگر هم گفتم نه باید نیست که نه نه سه سال نگفتم در مجموعه که ما پول روان کردیم که در دوره نه در 3-4 سال خب ما هیچ قبر پیسه جمع نکردیم برای از اتهاماتی که سر ما شد که پولا دوزی شده که پیسه افغانستان رفته راتب و فامیل خود روان کرده و در کورت هم امیر نشته کرده در اینقدر کیس که پولا گم شده من این را بخاطر گفتم بخاطر از این گفتم که پول ما و از هیئت مدیره هیچ به افغانستان روان نکرده یک دفعه یک پولی بسیار ناچیزی بر شما دادیم که روان کردیم یک دفعه بر آقای غیاث روان کردیم بسیار ده سال پیش راپوری سه سال خود میده شما نه ما در مجموع سابق نخواهم توضیح بگم که شما وقت در کمیته مسجد بودیم که روزی جمع شد از اونگار رو برای ما دادیم من اون اکی یتیمی هست پنج اولاد را پر ارتاد کردم بله در زمان ریاستی سوائل خانو بود بله شما برای من پول دادیم من روان کدوم بله سوال خانم آمد بود که من رئیس هستم بدون اجازه من چرا فلا راه پول کدیم از پیشم بس کرد خب خیلی من اطلاعی اوشه ندارم منطقه نه من عرض من به می بود که یعنی من پول برای شما بگم که من پول روان نکردیم بفرمایین آیسه دو یک از یک سوال ندارم میریم برای نماز باز اگر
ادامه داره و انتخابات صورت میگیره. لطفا جای نروین که مسئله مهم که هست انتخابات. یک لحظه اگر در جایتان باشین از یک سه نفر خواهش میکنم، از یک دو نفر خواهش میکنم کمی تعداد یک پیش از این که بیرون برن، از آخر یک کسی اگر حساب کنه لطفا از اونجا حساب شاپور جان امیر امضا از اون آخر یک نفر حساب کن تا پیش بیا. از این طرف من حساب میکنم، باز با هم خلاص میکنیم. 86 نفر فعلا تو هستند. 86 یادم سایه کاریه. راپور گزارش ما افتتامیه. از همتان خداحافظی میکنم و معذرت میخوام که اگر با آواز بلند یا با کلمات نو مناسب برای شما کدام وقت گفت زده باشم. هدف ما همیشه خدمتگذاری به کمیته افغانا بوده، همیشه صادقانه دلسوزانه بدون کدام ادعای مالی و اقتصادی شب و روز در خدمت شما بودیم. تا حد توانی که تانستیم خدمات ناچیز براتان انجام دادیم. حالا هم به صفت یک بازنشسته و صفت یک نیسفید همیشه در خدمت فرد شما خواهد بودم و هر وقت و ناوقتی که بتانم در خدمت کمیونیتی و شما قرار خواهد داشتم. یک بار دیگر از دوستایی که از ما آزرده باشن معذرت میخوایم. هر کسی که کار میکنه حتما اشتباهی هم داره، اگر کدام اشتباهی هم کردیم ازتان معذرت میخوایم و اگر امکان مساعد می بود این دوران خودم کاندید میکردم، اما اساسنامه بر من اجازه را نمیده. وقت ما پوره شده و انشالله باز هم در کمیونیتی در خدمتان خواهد بودیم. ما آله از کمیته نظارت بر انتخابات خواهش میکنم. آله همه قدر آخر میگم که کل افغان و کل افغانستان حالت رنجاور و دردناک وطن بسیار سخت و دشوار برای هر کدام ما شماست. هر کدام ما که احساس وطن دوستی و مردم دوستی داریم قلب ما برشان میتپه. بیاییم که وعدت و یک پارچگی را در اینجا تعمیم کنیم. بیاییم که از مسائل خرد و ریزه بگذاریم. بیاییم که جامعه را به جامعه پر از صفا و صمیمیت تبدیل کنیم. بیاییم که دست به دست هم بتیم و این مسجد نیم کلی را که آرزوش داریم بسازیم و در کنار هم به خاطر نسل‌های آینده مسئولیت خدا به خاطر خدا و به خاطر نسل آینده انجام بتیم. بگذاریم دورنگی و دوتایی را هرچی که بود هرچی که شد. ما مطمئن هستم که تعداد معدود کلاهبردارا از آن دوستای بسیار صمیمی ما را مخشوی ساختن، اونا را به طرف کشانیدن، اتحادیه را در زیر ضربات تحقیر و توهین قرار دادن. ولی ما همه با هم برادر هستیم و یک تفاوت از یکی دیگر نداریم. این خانه مشترک کل ماست. بیاییم که من بعد به صفت برادرهای بسیار صمیمی در کنار هم باشیم. آره از کمیته نظارت بر انتخابات از محترمه فلورا جان فقیری خواهش میکنیم که تشریف بیارن و پیش از این که من از شما بگذارم میکروفون، آقای فکر میکنم که سلطان جان فیضی کاندید ریاست نامزاد کاندیدی امروز است، باید راجع بهش بگویم که یک شخص پرکار، یک شخص صادق، یک انسان شریفی است که در خدمت کمیونیتی بوده، در مدت که برای ما کار میکرده اکثر کارهای اتحادیه را به دوشش بوده، خصوصا در قسمت محل ادای نماز کمک های فراوان کرده، یک دفتر به خاطر
دفتر امام دهی داخل درست کردیم که در آینده شاید اتحادیه آمدش استفاده بکنه اگر ما بخواییم صرفه کنیم پیسه کرایه دفتره و زحمات زیاد را اینجا متقبل شده شما میشناسینش و من ازش بسیار خوش هستم و برای شگر که امروز شما باعث رئیس اتحادیه تعیینش کردین موفقیت های مزید برش آرزو میکنم فلورا جان از شما خواهش میکنم که با گروهتان تشریف بیارین و خداحافظ به نام خداوند بخشنده و مهربان حاضرین مجلس نخست از تشریف آوری هر یک شما در جلسه انتخابات امروز تشکری میکنم و از تشریف آوریتان سپاسگزاریم بجا خواهد بود که از محترم رئیس راتب جان رحیمی و هیئت مدیریشان و دیگر دستراندرکاران که در خدمت اتحادیه بودن سپاسگزاری کنیم اینا در دوره گذشته با یک عالم مشکلات و سختی ها در اتحادیه بودن و تا جایی که توان قدرت و امکاناتشان بود به وجه اصلا پیش بودن و تا امروز مطابق اساسنامه و بی سی سوسایتی یک ما را یاری و کمک رساندن که تا به موقع جلسه انتخابات ریاست و هیئت مدیره جدید را دایر نماییم جان سپاس و امتنان میکنم در آغاز اعضای محترم نظارت بر انتخابات ممکن شاید بسیاری با ایشان آشنایی داشته باشن بسیار کوتاه یک معرفی خدا کنند نمدالله فیضی استم از مدت 4 سال میشه که به کانادا مهاجر شدیم در افغانستان استاد بودم در انستیتوت علوم سی پوان غضنفر در دیپارتمنت ستامه در وزارت ستامه در ولایت بامیان در ولایت فاریاب من حیث دکتر کار کردیم و از مدت چند وقت در کمیته نظارت بر انتخابات کار بودیم و کار نیم بسم الله الرحمن الرحیم من دوست محمد هستم زمانی تخلص میکنم مدت 3 سال میشه که در ونکوور میباشم و ما از مامورین قبلی وزارت مالیه در افغانستان کار کردیم مدت 30 سال دیگه سرنوشت ما را به اینجا کشانده امید که با شما باشیم و همکاری کنیم تشکر بسم الله الرحمن الرحیم مالی هستم بسیاریتون دوستا با ما آشنایی دارن مدت 6 سال است که اینجا هستم در کانادا دیشار البته مدت 3 سال در مکتب معلم بودیم و فقط دوست دارم برای مردم خود برای هموطنهای خود در زر طریقی که باشه خدمت کنم تشکر بسم الله الرحمن الرحیم عیزه کازمی استم مدت 24 سال میشه که در ونکوور هستم همه گی برای میشناسم به نام خداوند همیشه میخوایم به خدمت تمام افغانان دوستای مرزای خدمت کنم و باید خدمت بشم تشکر اسماعیل نقشبندی مدت 31 سال است که در ونکوور هستم اما ما را شاید بشناسن یا کسایی که از سابق بودن این دلوار پامیر بسیاری را میشناسم بسیاری ما را خواهد شناخت و همیجا هستیم پیر شده خود ما کلگ بشناسم فلورا فکریستم پوانتون کابل در فاکولتی حقوق علوم سیاسی را خلاص کردیم در اینجا منعیس ریل تولکان منشی کمیته دکتر صاحب هستن و ماون آقای پامیر یا سمالی جان هستن و از کمیته نظارت بر انتخابات هم تشکری میکنیم که در جلسات حاضر شدن و بر جمع‌آوری اسناد و تالی انتخابات صورت بگیره بسیار کوشیدن دوستان عزیز و گرانمایه نظر به دستور عمل انتخابات ریاست و هیئت مدیره اتحادیه و حکم محکمه که باید در ماه دسامبر سال جاری با در نظر داشته شرایط سی باید دایر شد ما توانستیم امروز این جلسه را صرف با داشتن یک کاندید دایر کنیم قسمت که راتب جان بکنم گفت ما صرف یک کاندید داریم که ایشان سلطان جان فیضی می باشه که از ایشان خواهش میکنیم که یک کوتاه معرفی خود برای
دوستای عزیز سلام. مرا بسیار زیاد ببخشید که اولین بار است که پشت سر مایک گپ میزنم. نام سلطان محمد فایزی است. 24 سال میشه در ونکوور در کانادا زندگی میکنم. مدت 20 ساله همیشه در خدمت افغانا همراه خانمم یک جای خدمت بودم. دیگه هر کاری که از سبا پوره باشه بخاطر افغانا خدمت میکنم. چون بر ما کوتا گفتن من یک مضمون داشتم بر شما بخوانم در قسمت بیوگرافی خود که من چی کارا بودم در افغانستان تحصیل بوده کجا بوده. اگر ضرورت بود شما خواستین باز بر شما میخوانم. تشکر. باید متذکر شویم که مطابق اساسنامه و بیسی سوسایتی اکت و حکم محکمه چون یک کاندید داریم باید رایگیری علنی شود و یعنی با دست بالا کردن. دانشمندان، خواهران و برادران، عالی‌قدر جوانان عزیز، پر افتخار افغان سلام. این جانب سلطان محمد فایزی باشنده شهر ونکوور، مدت 24 سال می شود که در کشور کانادا زندگی می نمایم. در مدت زندگی در این کشور دائم در تلاش و کوشش بودم تا مصدر خدمت به هم وطنان گرامی خود شوم که مانند خودم مهاجران و در رفع مشکلاتشون تا اندازه قدرت و توان تلاش و کوشش نموده و می نمایم. من در اتحادیه افغانها و بی سی فعلا هم به صفت معاون ایفای وظیفه می نمایم و اکنون زمینه خدمت گذاری برای مساعد گریده تا با کاندید خود به حیث رئیس اتحادیه مصدر خدمت بیشتر مفیدتر و سالمتر گردیده. انشاءالله که یک اتحادیه با اتحاد قوی و سالم به وجود آورده و در خدمت همه هموطنان مهاجر خود قرار گرفته و از دل و جان مصدر خدمت شانی به وطندار خود گردم. بدین لحاظ امیدوارم با شما بزرگواران، خواهران، برادران عزیزان به من رای اعتماد داده و مرا به حیث خدمتگار خود تعیین نمایید. انشاءالله که رای اعتماد شما را هیچ وقت فراموش نکرده و از مشوره های نظریات نیک شما مستفید گرده و در تلاش کوشش زیاد با همکاری شما بزرگان، خواهران، برادران و جوانان یک اداره قوی، سالم، خدمتگار و مردم خواهیم ساخت. لطفا مرا از نظریات نیک و سالم برای خود فراموش نکنید. تشکر. سلطان محمد فرزی. اگر امروز جواب شما اتحادیه هم باشد، ما برتان وعده میتونم که امروز همه چیزی که از اتحادیه نظم است تسلیم دوستا میکنم. حتی در آینده شکایت نخواد داشتم که در مثل که دوستای ما در سابق کردن هیچ شکایت نمیکنم از همه چیز شما. تشکر. از حاضرین مجلس خواهشمند هستیم کسایی که رای موافق دارند به سلطان جان لطفاً دست خود بالا کنند. کسایی که رای مخالف دارند دست خود بالا کنند. اینا هم مخالف هستند. رای ممتنه کس نداره؟ محترم سلطان سلطان جان فیزی با عقض رای اکثریت به یک دوره دو ساله به حیث رئیس اتحادی افغان کانادایی انتخاب شدن که بهشان تبدیل. یک سد و سی نفر بود؟ تعداد
و تعداد اعضای یعنی 148 نفر هستند که 116 نفر حضور دارند. رای مخالف فکر نیست. رای موافق 116 نفر. اتفاق کاران. خود رئیس اتحادیه سلطان جان فیضی انتخاب شدم. کسایی که خدا برای آیت مدیره میخواهند کاندید کنند لطفا به جای خود تشریف بیارند. آیت مدیره از آیت منظورات برای انتخابات برای کس خود کاندید میدارند. میراش نفر؟ نتیمه جان آمد. بفرمایید. چرا نیک؟ از آیت مدیره جدید خواهش میکنیم مردم به نوبت خدا یک کوتا معرفی بکنن. زمی جان شما نام زمی اولای دارد از تو ما خدمتگار شما میشناسی ان شاء الله اجازه گفتن باز نیست. یک دفعه آسان میشه. با اجازه بزرگا با اجازه حاضرین مجلس اول سلام تقدیم میکنم بعد از لطف بکنن آقای فیضی اعتماد میکنن از اعتمادشان بسیار زیاد تشکر. ما رایز خدا وقتا قبلا تقدیم کردیم که ما مشکلات خود و فامیلی خود دارم و ما را میخواهیم که جای یک برادر که فعال باشه و یک خواهر را که اینجا خدمت کرده بتونه او را ما بند بسازم و باز در وقت زمانش هم کار کرده نتونم. فعلا ما عضو فعال همی کمیونیتی هستم. هر وظیفه و هر امر که در سر ما باشه و در توان ما پورا باشه ما در خدمت برادرها و در خدمت کمیونیتی خود قرار دارم. حالا ما موقتا ممکن اگر تا کسی پیدا میشه و ما در کمیونیتی بسیار بزرگایی را میشناسم که واجد شرایط هستند میتونن این کار را بکنن و باید از علمی نقاضات های قبلی را یکانه خواهش مامی بوده در قبل هم آقا مامی هست کمی از بین بره کلگی باید از هم بگیره و هم اگه فعالانه بیان بدون کدام گپ بدون کدام مسئله که گروهی و شخصی باشه می کار بکنن. شما تشکر از لطف شما زنده باشتین. ما موقتا اگر باشه من خدمت میکنم و در آینده ما عذر خدا کردیم با شما قبلا هم کردیم آرام همی عذر خدا با خود اجتماع کردم. سلامت باشید. بارده هم من که خدا میکنم عیزه کازه میستم دیگه در خدمت از ما بر گفتم من پرابلم های خدا دارم چون فعلا مادرم مریض است بازم به خدمتتان هستم چیزی از توانم باشه. نام من اسمن هستم. تشکر از اعتمادتان به من که لطف کردیم برای گفتیم که به بورد آف دایرکتر باشم. از هم اولتر از آقای رئیمی از صمیم قلب تشکر میکنم به خاطر خدمات چندین سالیش به کمیونیتی ما به خاطر که اگر رئیس بودن یا نبودن همیشه در خدمت ما بودن. مثلا ریسنتلی آی لاست مای مادرم از دست دادم که مادرم بسیار راتب جان دوست داشت واقعا از خاطر خواستم یاد کنم و همچنان میخوایم سلطان جان تبریکی بیتم برای ریاست نو که انتخاب شدن. مرا به یاد یک کوت مندازن و از مارتن لوتر کینگ که میگه که everybody can be great because anybody can serve. You don't need a degree to serve and you don't have to make your verb and subject agree to serve. You just have a heart full of love. بسم الله الرحمن الرحیم. سید هاشم سادات. تقریبا 4 سال میشه با بریتیش کولومبیا آمدیم، البته با فامیل. تقریبا 46 سال سابقه کار دارم، البته در سه معارف بوده با اکادمی علوم افغانستان و فعلا در اینجا به خدمت هموطنان خود قرار دارم. مختصر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ترامد به تمام هموطنان شریف. اسم محمد سلیم اعظمی است. مدت 25 سال است که در ونکوور هستم و از خداوند توفیق میخوایم که اگه بتونم مورد خدمت به هموطنان و جامعه و کمیته خود شوم. سلام علیکم به همه. بعد از درود به سرور کائنات اسم من نادیه صحاب است.
از 2017 به کانادا آمدیم و قبلا در افغانستان در نو کابل بانک و در افغانستان بانک من در خدمت به وطنان خود بودیم. تشکر. با عرض سلام به همه، دکتر حمدالله فیجیستم و قبلا خودم معرفی کردم و تبریک میگم برای آقای فیضی که تخلص ما یک چیز است ولی انسان طوری که گزارش شنیدیم و کار کردن امیدوار هستیم که بتانن اتحادیه را به نحو درست طوری که راتب صاحب کار کردن و راتب صاحب در مدتی که ما 4 سالی که اینجا بودیم هر کس از سنگ و چوب شنیدم ایشان که واقعا کار کردن، واقعا به اتحادیه مصدر خدمات بیشتر شدن و از جوانی های خدا به اصطلاح صرف اتحادیه کردن و ما از زیاد قلبا تشکری میکنم و افتخار است برای کل ما شما که ما یک افغان داریم که خدمت کرده و خدمتش صادقانه بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. علی هستم. همون قسمی که پیشترم خودم معرفی کردم نسمی تخلص میکنم. سابقه معلمی دارم. در افغانستان معلم بودیم. البته سطح تحصیلات 14 سال است. 12 سال پاکستان بودیم. معلم بودیم. در مکتب که یکی از شایان ترین خدمات از اتحادی است در 3 سال معلم بودیم. آرام یکانه چیزی که میخوایم بگویم که شما را مردم ما را که زیر یک سقف میبینیم سر خوشحال میشم. با امید از این که بعد از این بتانیم که کل مردم ما را تمام هموطنهای ما را ما بتانیم که منسجم بسازیم زیر یک سقف به نام اتحادیه و بتانیم که خدمات برایشان ارائه کنیم که به خاطر از اینمی ارائه خدمات که من نمیتونم که من نمیفهمم آره خود نمیتونم که بگویم که چقدر میتونم که گپ خود تثبیت کنم خود کاندید کردیم و تشکر میکنم از فعلا دیگه رئیس باید بگویم رئیس هایی که اعتماد کردن بر ما با آرزوی موفقیت و سربلندی همه باشم. سلام احترام به همه دوستا و خواهرها. من منوچهر ارزیاب هستم. مدت 22 سال میشه در کانادا هستم. دوره قبلی رو همراه محترم راتب جان رحیمی یک جایی به حساب هیئت مدیره بودیم که ما فعلا بازم مسش میکنیم. راستی واقعا آدم بسیار خدمتگزار و به همه مردم رسیده در همه وقت در همه امور و در پولیش تبریک میگم برای آقای سلطان ریاستشان هم فیضی صاحب میگه پشه چوپر شد بزند پیل را با همه تندی و صلابت که اوست مورچگان را چوبود اتفاق شیر جیان را بدرانند و پوست. بیایید ما شما یک اتفاق کنیم، یک همدلی، یک هم جواری با همکیدگی خود داشته باشیم، پشت از این نگردیم که کی چی بود کی چی است. ببینیم که چی قدم میتونیم. از من برایم، ما شویم. زنده باشیم. با امید که بیجای بشتر. فریدون محمدی هستم. در نقطه سلام خدمت تک تک شما عرض میکنم. و در کلام اول جناب رئیس را بسیار تشکری میکنم. واقعا چیزی که گزارش دادم بسیار شفاف، بسیار مهم، بسیار خوب. اما توجه شدیم بازم جهان سپاس واقعا در مدت که زحمات کشید که اتحادیه و اتحادیه سر پای بنا کرد بسیار مشکلات دید تشکری میکنیم. دوم تبریک میگیم به جناب آقای فیضی فیضی که اعتماد کرد با ما. انشاءالله ما در خدمت هستم. بگرم چی در تمام باشم ما در خدمت هستم. بله، بنام خداوند موسا و تور، فروزنده مهر و ناهید و نور، خداوندی که افراشت سقف بلند ز اجرام نوری فروغش بگند. حاضرین محترم، مهمانای نهایت ارجمند، دوستای عزیز، هموطنای نهایت دوست داشتنیم، در نخست به اجازه رئیس صاحب فیلی و جناب رحیمی صاحب که من تقریبا مدت یک سال و اند میشه که به ایالت بریتیش کلمبیا آمدیم، از روزی که ما پا نهادیم به شهر ونکوور و شهر سوری جناب رحیمی صاحب شناخت کامل نداشتم، اما بسیار زود خودم معرفی کردن و در
مرگ مادرم که شما دوستا اکثریت تشریف داشته اینجا روز فراموش ناشدنی بود برای من و جناب رحیمی صاحب با همو دلسوزی هایی که داشتن با همو مهر و لطوفت و مهربانی های دلسوزانه و پدرانه و برادرانه و هرچی که احساس میکنه واقعا لطف کردن ما هیچ وقت رو فراموش را بکنم با یک کلام و جناب دوست ما سلطان محمد فیضی را که فعلا سمت ریاست اتحادیه افغانای کانادا کانادایی را دارن ای بریتیش کلمبیا را دارن ای سمت پرمسئولیت برشان تبریک عرض بکنم و برای جناب دوستایی که در بخش نظارت بر انتخابات پروسه ای انتخابات را پیش میبرند در اینا هم موفقیت های چشمگیر از خداوند بزرگ تمنا دارم مرا ای لطفه را که اینا کردن سخت ازش ممنون هستم و شاید هم هیچ وقت ادا کرده نتانم ما چون تازه به این شهر تشریف آوردیم من نمیتانم که به این سمت بزرگ که اگر مدیر باشه یا مشاور باشه هر سمتی که باشه کلش پرمسئولیت است رئیس اتحادیه آنقدر پوزیشن پرمسئولیت است که اگر بتانیم واقعا این پوزیشن به صورت درستش برای مردم خود تشریح کنیم و بگوییم که پوزیشن خدماتش چی است واقعا کس حاضر نمیشه که پست بگیره بسیار پست قوی است و ما برای اینا موفقیت میخوایم ما در کنارشان هستیم خاک بودیم و تا آخر تا جایی که در توان قدرت داشته باشیم انشاءالله دریغ نمیکنیم اما ما میفهمیم که ایش کشتی شکسته را باید به ساحل برسانیم واقعا زحمت های رئیمی صاحب ما واقعا ازش سپاسگزار هستم تشکر میکنم و ما اگر بتونم از سر خدمت به اتحادیه شوم واقعا برای من جای افتخار است من ایسی یک افغان به خاطر که این رسالت ما است این وظیفه ما است هر جوانی که در اتحادیه است از بی اتفاقی از بدبینی ها مکی هستم تو کی هستی باید بگذاریم کسایی که میتونن توان دارن هر کسی قلم پول هر چیزی که در توان داره استعدادهای مالی هر چیزی که داره سر اتحادیه دریغ نکنن یه اتحادیه اتحادیه ما و شما است از خود ما و شما است باید برش کار کنیم زحمت بکشیم تا یه اتحادیه خوب است خوبتر و بهتر و بهتر شد تشکر میکنم دوستای عزیز یک دوست دیگه مومس اینجا امیال حاضر نیست ناظم جان قیمی هم در جمله ما هست ما مایک بر فلورا جان میدم که من پیشار کنم بعد از اینا شما تصمیم بگیم و یک دوست دیگه ما به نام فرهاد جان نبیزاده در اینجا تشریف دارن لطفا بعد از جلسات هیئت مدیره تان نفرهایی را که نمیخواین که اینجا باشند در غیابشان میتونین که ازشان تقاضا کنین که به هیئت مدیره به و به هیئت مدیره تان پیشنهاد کنین و در اولین جلسه شش ماه اتحادیه او را پیشنهاد کنین به جلسه اتحادیه میتونن که اونا عضو هیئت مدیره شوند سلام به تمام دوستا و هموطنان عزیز ما فرهاد نبیزاده هستم ما فعلا نو آمدیم تقریبا 3 ماه میشه از افغانستان آمدیم ما هم خواستم که امرای اول خود تبریکی میگم آقای فیضی را تبریکی میگم دیگه ما هم در خدمت شما دوستا وطن دارو هستم اسم من ولی عادل است من 40 سال است که در ونکوور هستم چند سال ها دیگه گفته نمیدونم او دیگه او رو سی بگیریم دیگه فعلا کار ما سیلز و مارکتینگ است و من برای سلطان جان فیضی تبریکی میگم و برای راتب جان هم بسیار موفقیت میخوایم خدا همیشه امراشون خوبی کنه و بسیار آدم خواهد بودن دیگه ما کوشش میکنیم که امرای تاکیب بتانیم امرای سلطان جان چیزی کمک کرده بکنیم از انجینر صاحب صرفی تقاضا میکنم در قسمت مشاورت امرای ما کاری کنن بیاید پولی میشنم دکتر صاحب احمدیار همچنان سلام به همه
احترامات تقدیم میکنم. من فعلا در اتحادیه یک وظیفه بسیار سنگین دارم که در حقیقت بنیشی کمیته اساسنامه است. تمام این چیزهای ترتیباتی که در سالها صورت گرفته، حتی که سوال پیدا شد که های اسناد به اتحادیه دادن یا ندادن، راتب جان مرا گفت که دکتر سب چی کرد. کمیته اساسنامه اولین دفعه است که در تاریخ اتحادیه خوبی اولویت دارد که تشکیل دارد، خوبی تقنیمیه دارد، هیئت کل شوراست. ما در اتحادیه خوبی قضاییه رو متعاید کردیم. در اساسنامه نوشته است که کمیته اساسنامه صلاحیت دارد که فعالیت های رئیس، هیئت مدیره و تمام کمیته ها مطابق به مواد اساسنامه در حقیقت نظارت کنه. امروز یک موضوعی در حقیقت در این جلسه مغایر و مخالف اساسنامه بود. یا من یا اینجاست صافی اینجاست بیان فتای سمین که در اینجا هستین میگفتین که نی این کاری که میکنیم مخالف در حقیقت مواد اساسنامه است و ما در خدمت بودیم، فعلا هم هستیم. سلطان جان از اون بعد وانکوور رو بادم بشناسم. راستی که همینطور راتب جان گفت بسیار یک بچه صادق، بسیار فهمیده واقعیتش و ما برش همیشه ولی هم کاری داریم و هر چیزی که خواسته باشه ما در حقیقت در خدمت هستم. متاسفانه که خود خودم باید که باده اساسنامه رو تطبیق کنم. تطبیقی چیز که اگر هیئت مدیره اعضایش به جلسات حاضر نشن خود به خود از هیئت مدیره منفک میشن. کلگی خبر داره که من مسئولی هستم و مسئولیت من از کلش میفهمه که من یک نواسه دارم، اون از مکتب میگیرم، باز میبون خانه، امرا از دوه هستم، هر وقت راتب جان یا سلطان جان جان، اولا میگفتم مسئول هستم. دیگه بسیار تشکر میکنم، ششتن در اینجا برای من در حقیقت مناسب نیست، به خاطر در جلسات حاضر شدن میتونم خودم باید تطبیق کنم اساسنامه را. اولا دیگه در مسائل که امروز ما در مکاتبی که بیعت مدیره و رئیس اتحادیه روان کرده بودیم چندین دفعه ما توضیحات داریم که در حقیقت امروز ایالت یا پروانس بی سی در حالت امرجنسی است. مسئله صحت مردم، صحت عامه در حقیقت بلندتر از ایست که ما تمام مواد اساسنامه را حتما باید امروز در حقیقت تطبیق میکردیم. ما گفتیم که بی سی سویتی اکت بعد از اینکه حالت امرجنسی اعلان شد اعلان کرد که با وسایل مختلف اجتماعات میتونه، سوسیالیتی رو میتونه، اسوسیشن ها میتونه که در حقیقت مجالس و انتخابات را در حقیقت دایر بسازه. در بیست سوسیالیتی اکت آمده که انتخابات رئیس، انتخابات آفیسر گفته باید مدیره میتونه با شعب هم بشه. لذا انتخاباتی که امروز گرفت از دگاه کمیته اساسنامه اتحادی افغان های کنیدی برش کنم بیا صد فی صد در ایک از صحیح و درست بود. تشکر. به خاطر از اینکه کرونا ویروس است براتب جان گل نیورده. صد دست گل براتب جان و هر کدام شما دعا کنید این آدم که خداوند بید. دوستای عزیز یادآور شوم در طول 3 ساله که امرای رحیمی صاحب ما کار کردیم ما برتان تایید میکنم که رحیمی صاحب هیچ وقت از کارشان خالی نکرده، همیشه در خدمت همه وطنان بودن، چی جز ایتالیا بودن چی نبودن، همیشه بسیار خدمات کردن که ما ممنون احسان سان میباشم و در ایتالیا انشاءالله رحیمی صاحب امرای ما باید همکاری بکند تا وقتی که اتحادیه به پای ایستاد میشه رحیمی صاحب باید همراه ما باشه. کسانی که
کسانی که به این 14 نفر رای موافق دارن لطفاً دست بالا کنند. کسانی که رای مخالف دارن لطفاً دست بالا کنند. رای مخالف نیست؟ رای مخالف نیست؟ به اتفاق آرا 14 نفر باعث حیات شدید. و به این حیات کلیش پوستر تبریک میدیم و موفقیت های مزید برشان خواهم استیم. کار ما ختم شده و به آقای فیضی می‌سپاریم. اول لازم می‌بینم که از جناب رحیمی به صفت یک ریشسفیدی کمیونیتی، به صفت یکی از اعضای کوچکی اتحادیه تشکر کنم که در این مدت طولانی تانست اتحادیه را نگاه کنم. موضوعی بسیار مهم برای من نگاه کردن اتحادیه بود و اینا با مشکلات تانستن این کار را بکنن. تشکر از شما، خداوند برای شما اجر بده. دوم لازم می‌بینم که برای سلطان جان و برای همه هیئت مدیره تبریک بگویم. شما هر کدامتان قابل قدر هستید. شما امی شهامت کردین که آمدین و قبول کردین که بر کمیونیتی خود خدمت کنین. این به شما فراموش نمیشه. شما قابل قدر هستین. خداوند برای شما اجر بده. همچنان از فلورا جان و همکارایش تشکر میکنیم که مجلس بسیار خوب رهبری کردم. انتخابات ما بدون کدام مشکل صورت گرفت. خداوند برای شما اجر نصیب کنه. خواهرا و برادرا، امروز یک چپتر نو در اتحادیه ما باز شد که ما همه باید این را تقویه کنیم. ما باید همه همکاری کنیم. ما شنیدیم که میگن ما ایتو میکنیم، شما ایتو کنیم، شما ایتو رستیم، ما ایتو رستیم. برادر و خواهر، ایجا ما و شما ندارن. ما هستیم. خلاص. ما یک فامیل هستیم. ما خواهر و برادر هستیم. ما به هر چی که بود گذشت. بیاییم که فراموش کنیم. بیاییم که یک خط بکشیم و از نو شروع کنیم. به خاطر که ما ضرورت داریم به این. ما به اتحاد و اتفاق ضرورت داریم. برادر بزرگوار محترم عبدالرحمن جان چند بار میره یاد کرده که مرحوم قبلگاهشان در مسجد میرفت، اما وقتی که به رحمت حق پیوسته نمی فقط برادر و خواهرای افغانش بودن امرایش. دیگه کس نامد. ماستیم که به خوشی و خدا دور داشته باشه رم یکی دیگه شریک هسته. فلحاظ نباید که ما دیگه موقع از این رفتیم که بین ما تفرقه ایجاد شود. نیست، تفرقه نباید باشد. ما همه چیز فراموش میکنیم و امروز از سر شروع میکنیم. یکانه مشکلی که بود موضوع امی مسلاست. مسلا به بسیار مشکلات ای خریداری شد. ما بیاد دارم که وقتی که مرحوم مغفور آقای نیرو رئیس شدند در سال 1992 اولین مجلس هیئت مدیره که من هم در وقت معاون اتحادیه بودم که یک تعداد برادرها میجه هستن، خود رحیمی صاحب که در رجمن در خانهشان بود، همونجا ما فیصله کردیم که ما باید برای خریداری یک باب مسجد کوشش کنیم. متاسفانه که بسیار وقت گذشت از 92 تا باله، اما متاسفانه که موفق نشده. ما کوشش کردیم با بسیار زحمت 30,000 دلار جمع کردیم که امور داون پیمنت دادیم و این مصلا را خریدیم و بعد از او کوشش کردیم. یه برادرها هستن که همکار بودن، رحیمی صاحب، میر ملک جان که خودش هم داشت در جمع آوری پول، همی پول جمع کردیم. خوشبختانه که تانستیم که پول قرضه زیره بده. برادرها و خواهرها، این ضرورت است که ما مسجد داشته باشیم. از سال 92 تا باله کوشش ها صورت گرفتن، به هیچ نماندن. اما میشه زندگی است. در هر کمیونیتی به طور مشکلاتی که در کمیونیتی ما خلق شد خلق بشه، اما کوشش کنیم که گذشته را فراموش کنیم. گذشت خلاص شد، یک چپتر نو باز شده، از سر شروع کنیم.
ما در سال 92 حساب باز کردیم به خاطر مسجد که در او ما بودم صلاحیت دار، آقای نیرو بود، آجی صاحب ستاری بود، آجی صاحب حسین بود و آقای محمد اسلام صوفی زاده بود. همی حساب باز کردیم که تا والی هم شاید او باشه. وی در سال 92 بود. و حال اینجا خوشبخت است ما که در مملکت زندگی میکنیم که قانون است. ما همه تابع قانون هستیم. در چراغ سرخ استاد میکنیم، طور مثال استاب ساین استاب میکنیم، در مال میریم در جای معین پارک میکنیم، چرا قانون رعایت میکنیم؟ اتحادیه هم از خود قانون داره. اساسنامهش قانونش است. سوسایتی اکت قانونش است. هیچ کس بالاتر از اون است. حتی جناب رئیس و هیئت مدیره. همه مکلف هستیم که ما اساسنامه را تطبیق کنیم. مطابق اساسنامه عمل کنیم. درست است که ما بعضی ها سوال داریم یا با بعضی موادش موافق نیستیم. که ما یکی از ماست. ما بر ضدش رای دادیم در اون مجلسی که پاس بشد. اما امروز اونمو قانون است. ما اونمو را رعایت میکنم. اونمو را تطبیق میکنم. از اونمو پشتیبانی میکنم. و از کل برادرها و خواهرها خواهش میکنم که میره. درست است ما باید بعضی تغییرات لازم است که در اساسنامه بیاریم. و یه ایجابات زمان است. کدام نقص دیگه نیست. و ما میتونیم این کار بکنیم. و انشاءالله این کار میکنیم. مطابق به هدایت اساسنامه به رئیس اتحادیه 2000 دلار صلاحیت داده شده. و برای هیئت مدیره در جمع 10000 دلار صلاحیت داده شده. اما موضوع فروش و خرید مصلا، خرید مسجد و فروش مصلا موضوع بیش از 2 میلیون دلار است. در اینجا ما هم بازم به مو اساسنامه و قانون مراجعه میکنیم. و او چی است که بالاترین مرجع که اینم شما خواهر و برادر هستید. بخاطر که شما صاحب اتحادی هستید. شما میتونید ارت حوله بیارید. شما میتونید تصمیم بگیرید. به این خاطر من لازم میبینم که در یکی دو ماه دیگه این خواهرها و برادرهای ما یک مجلس عمومی را دایر کنند و یک کمیته 7 نفری که زیاد شد باز کار خراب میشه، یک کمیته 7 نفری را که واجد شرایط باشند. این کمیته کار است، کمیته دویدن است، کمیته زحمت کشی است، کمیته عرق ریزی است. امی کمیته را کسانی که امتحان خود دادن، کسانی که مورد قبول کمیونیتی باشند، انتخاب کنند خودشان، خود شما انتخاب کنید. یک کمیته 7 نفری را که اونمو کمیته را صلاحیت بده که اینا بفروشن و دیگه جای بخرن. و این کمیته صلاحیت آموتام داشته باشه و ما امی صلاحیت برشان بدیم. دقیق از او که باز بشینیم که تا مجلس دایر شد و اینمی همه چیز به بیراه میره. فلحاظا امی کمیته ضرور است که 7 نفر باشن از برادرها و خواهرهای خود ما، این مسلار صلاحیت عام تام داشته باشن، رئیس هیئت اتحادیه در مورد موضوعات اجراییش همکاری بکنن و امی کمیته مسلار بفروشه و یک جای دیگه پیدا کنن و بخرن، تصمیم بگرن و خاطر هرچی که ما طالبته ناوخت میشه. اینجا وقت ملک قانون است. یک نوع زورگویی جای نداره. فقط چیزی که زور است در این ملک قانون است و ما همه تابع قانون هستیم. و لحاظا من صمیمانه از کلتان خواهش میکنم، بسیار صمیمانه، به صفت یک کوچکتان، به صفت یک خدمتگار شما، از شما خواهش میکنم که امی برادرها و خواهرها ما را کمک کنید. امی ها را تنها نمانید، عقل و وضعیتتان را بدین، سهم بگیرید. برادرها و خواهرها اگر ما سهم نگیریم تغییر ما آورده نمیتونیم. اگر ما سهم نگیریم اصلاح کرده نمیتونیم. اگر ما سهم نگیریم و پیش نمیریم. ما دیدیم که در این 3 سال چی شد؟ کی ضرر دید؟ آقای رحیمی ضرر دید؟ دشمنیشان با آقای رحیمی بود؟ نه، ما ضرر دیدیم. کمیونیتی ضرر دید. ما امروز مسجد نداریم. فلحاظ های دشمنی با ما بوده دیگه. ما حضور کردم که بله از خدا نرین در روینوی کانادا ادلانتیم. برای ما آمدن که ما میریم در روینوی کانادا. ما حضور کردم که نکنین این کاره. امروز بازم 4-5 هزار دلار کتابان میده. آقای رحیمی نمیده ای داران. این توان اتحادیه میده. این شما میده.
چی فایده شد؟ برادرها و خواهرها بیاییم که ببخشیم گریه خدا. ما کل ما اشتباه کردیم، ما کل ما غلط کردیم، کل ما مسئول هستیم. اما امروز چپتر نو است. یک قدم به پیش میرید و ما یکی دیگه خدا کمک میکنیم، در آغوش میگیریم، میبخشیم گذشته ها را میبخشیم. خداوند متعال میگه تو ببخش که من تو را ببخشم. یعنی وقتش است که ما ببخشیم یکی دیگه خدا و گرده هم جمع شیم. تشکر از توجه شما، معذرت میخواهیم که بسیار پرحرفی کردیم. البته من همکاری میکنم با آقای رئیس نو، در هر وقتی که خواسته باشه معذر استم امرایش هم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض و ادب دوباره حضور نهایت گرامی، اعضای اعتماد شما جهان سپاس، واقعا لطف نموده و شفقت شما نسبت به ما فراموش نشدنی است. اولتر از همه از هر یک شما عزیزان سپاسگزار هستم که مرا در انتخابات امروز اتحادیه افغان ها شایسته خدمتگزاری دانستید. من نیز به نوبه خود به شما وعده میدم که به همکاری هیئت مدیره شما بزرگان و هموطنان عزیز از هیچ نوع تلاش در راه خدمت به اتحادیه افغان ها دریغ ننمایم. همچنان از محترمه فلورا جان فقیری، رئیس کمیته نظارت بر انتخابات و اعضای محترم این کمیته سیمانا تشکر میکنم که وظایف خویش را در قبال انجام این انتخابات با اخلاص و امانتداری ادا نمودند. هموطنان عزیز و گرامی، اتحادیه شما اهداف و تیرات در راست و اولویت‌های خود پیش قرار خواهد داد. اول، تلاش جدی برای امار یک میرار مسجد جامع برای افغانهای این ولایت که آرزوی همه ما شماست. دوم، تلاش بیشتر برای بلند بردن سطح تعلیم و جذب شاگردان در مکتب سید جمال الدین افغان. سوم، ترتیب و تنظیم بیشتر پروگرام ها برای زنان، مردان، جوانان، بزرگان، سالمندان عزیز افغان های شهر ونکوور. چهارم، خرید زمین یک میراب مسجد برای خرید قبرستان برای کمیونیتی افغانها و فروش مصالح فعلی. پنجم، دعوت هموطنان عضویت اتحادیه و ارائه خدمات بهتر و سالم. ششم، تجلیل عزیزات و مناسبت‌های دینی و مذهبی، روزهای مهم دیگر مثل روزهای زن، پدر، مادر و غیره. هفتم، همکاری و کمک لازم به تمام افغانهای مقیم پی سی و مهاجران، تازه وارد و غیره، خدمات ضروری. در آخر مراتب سپاس و امتنان خود را به شما عزیزان یک بار دیگر تکرار میکنم. یک جوان سپاس از لطف شما سلطان محمد فیضی. آجی صاحب و عظم غنیزاده بسیار شکست نفسی کردن. امروز در پولوی ما بهترین آدم است که مسئله مسجد را ایتان به خوبی پیش ببره. و از آجی صاحب تقاضا میکنم که با ما همکاری کنند تا وقتی که خودشان میخوان، تا یک شخص مناسب به مسجد پیدا شده، لطفاً به ما همکاری کنند. تشکر. خواهر و برادرای عزیز، با عرض سلام، من پیش از اینکه دعا بکنم، یک بار دیگر من از 34 سال به این طرف آقای دایمی رو میشناسم و خدماتش قابل قدر بوده، قلب صفا و رویه نیکش همیشه بوده، پیش کل این معلوم است و وایداست. خواهران نمرایش باشه داینده به هر جایی و هر زندگی که داره موفق باشه. و بهترین لحظه ای که در زندگی خود من دیدم از آقای دایمی امروز سخنای اخیر، پاراگراف اخیر که وقتی که اعلام داد چوکی را، من شنیدم که او قابل قدر است و در او واضح و صریح با کلگی متن قلبی خود اظهار کرد که برادرها با یک صمیمیت بدونی در نظر داشته همه تفاوت ها
باید دست به هم بدیم و با یک کمیونیتی موفق برای افغانان و شما در خدمت باشیم. این قابل قدر است. خدا هم امرایت باشه در این میسه. تشکر دارید. دیگر از سلطان جان خاطرات بسیار خوب کل ما داریم، مخصوصا ما که همیشه خدمت گذار بوده. ما بخاطر داریم مصلای برنبی را که در اونجا از به اثر نم و ساختار تعمیرش اتانماز گذاری مشکل بود. در روزای اول آمدن خود سلطان جان اونجا شخصی خودش تمام مصلا را ترتیب داد، زمینش تحول داد، چوب گرفت برای دیگه مسائل. و در این سه سال هر روز هر لحظه خدمات اجتماعی خود و هیچ شکل دریغ نکرده. خداوند امرایت باشه، برای شما موفقیت میخوام. دعا میکنیم اللهم افتح لنا بالخیر و اختم کل امورنا الى الخیر، فالله خیر حافظا و او ارحم الراحمین. خداوند خیر برای کمیونیتی، برای اعضای هیئت مدیره و برای رئیس بنا پیش کنیم. آمین.